سلام و وقت شما بخیر. به سرویس خبری ساعت 6 از هزار آورد با من لیلا محمدی خوش آمدید. اکنون سرخط مهمترین خبرها. حمله به مادر حامل جنگجویان طالبان در قیصار فاریاب، 7 تن به شمول 6 طالب کشته شدند. جبهه مقاومت 2 جنگجوی طالب را در کاپیسا کشتیم. و اما اسلام آباد از اقدامات جدید برای جلوگیری از صدور پاسپورت پاکستانی به افغانها خبر داد. وزیر خارجه ایران به ترکیه سفر کرد. کشف و ضبط 1.3 تن مواد مخدر نوع چرس از سوی نیروهای دریایی پاکستان. مشروع خبرها. منابع محلی در فاریاب به هزار آورد میگویند که در حمله تفنگداران ناشناس بر سرنشینان یک موتر مسافربری نوع فرانکوش در مسیر بادغیس فاریاب، 7 تن به شمول 6 طالب کشته و 5 تن به شمول 3 طالب زخمی شدند. به گفته منابع این حمله عصر دیروز پنجشنبه 26 میزان انجام شده است و این مادر از طرف ولسوالی جونده بادغیس به طرف ولسوالی قیصار فاریاب در حرکت بوده است. این حمله در مربوطات ولسوالی قیصار فاریاب رخ داده است. مسئولان محلی طالبان در بادغیس و فاریاب تا کنون در مورد این حمله اظهار نظر نکردند. تا کنون هیچ گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. جبهه مقاومت ملی افغانستان مدعی شده است که در پی حمله نیروهای این جبهه بر طالبان در کاپیسا 2 جنگجوی این گروه کشته شدند. این جبهه روز جمعه 27 میزان با نشر بیانیه اعلام کرده که این حمله شب گذشته در ولسوالی حصه دوم انجام شده است. در بیانیه آمده است نیروهای جبهه مقاومت برگزمه پیاده ملیشه های طالبان تروریست در مربوطات ولسوالی حصه دوم کاپیسا حمله کردند که در آن 2 تن از افراد دشمن کشته شدند. بر اساس ادعای این جبهه جنگجویان کشته شده مربوط به لوای دوم فرقه موسوم به شهید آفتاب و طالبان بودند. مسئولان محلی طالبان در کاپیسا تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. دادگاه بین المللی جنایی بنگلادش روز پنجشنبه حکم بازداشت شیخ حسینه نخست وزیر پیشین این کشور را صادر کرد. خانم حسینه که در ماه آگوست به هند فرار کرد، به نقش داشتن در کشتار دست جمعی در جریان اعتراضات دانشجویان در بنگلادش متهم شد. در اوایل ماه جولای سال جاری، دانشجویان بنگلادشی تظاهرات گسترده‌ای را علیه حکومت شیخ حسینه در اعتراض به سهمیه بندی مشاغل دولتی راه اندازی کردند. تظاهرات دانشجویان با سرکوب نیروهای امنیتی مواجه شد و بیشتر از 700 نفر کشته و تعداد زیادی زخمی بر جای گذاشت. در پی تجدید اعتراضات و خشونت‌ها شیخ حسینه از سمت نخست وزیر بنگلادش استعفا کرد و در پروازی به هند گریخت. اعتراضات تحت رهبری دانشجویان در بنگلادش مرگبارترین ناآرامی‌ها از زمان استقلال این کشور در سال 1971 خوانده شده است. دادگاه بین‌المللی جنایی بنگلادش در مجموع حکم بازداشت 50 نفر به شمول خانم حسینه را در پیوند به خشونت‌ها در جریان اعتراضات صادر کرده است. دادستان‌ها به دادگاه گفتند که در صورت بازداشت نشدن متهمان تاثیرگذار در خشونت‌ها، انجام تحقیقات در این زمینه ناممکن خواهد بود. دادگاه دستور داده که شیخ حسینه تا روز 18 نوامبر بازداشت و به دادگاه معرفی شود. پاکستان اعلام کرد که برای جلوگیری از صدور کارت شناسه ملی و پاسپورت پاکستانی به افغانها اقدامات سختگیرانه‌ای را وضع کرده است. عطالا تارر وزیر اطلاعات پاکستان گفته درخواست متقاضیان پاسپورت در این کشور در 3 مرحله مورد بررسی قرار می‌گیرد. آقای تارر روز پنجشنبه 26 میزان در مجلس نمایندگان پاکستان گفت که برای بهبود روند تایید هویت افراد و جلوگیری از صدور پاسپورت و کارت شناسه جعلی پاکستانی به افغانها از اسکنر و دستگاه‌های پیشرفته استفاده خواهد شد. وزیر اطلاعات پاکستان افزود شهروندان این کشور که قصد گرفتن پاسپورت و کارت شناسایی ملی پاکستانی دارند، باید 3 مرحله را بگذارند: تایید یک مقام دولتی، گواهی ثبت خانواده و تایید مجدد اسناد. 3 مرحله است که طبق توضیحات عطالله پارر باید انجام شود.
سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران به هدف اشتراک در نشست وزرای خارجه سازوکار همکاری منطقه‌ای قفقاز موسوم به 3+3 به ترکیه سفر می‌کند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با نشر بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس نگاشته که قرار است عراقچی روز جمعه 18 اکتبر عازم ترکیه شود. انتظار می‌رود که وزیر امور خارجه ایران در کنار شرکت در این نشست با مقام‌های برخی از کشورهای قفقاز هم دیدار و گفتگو کند. بقایی افزوده است رایزنی‌های دو جانبه با وزرای شرکت کننده و با مقام‌های عالی رتبه کشور میزبان نیز برنامه‌ریزی شده است. این نشست با حضور وزرای امور خارجه آذربایجان، ارمنستان، ایران، ترکیه، گرجستان و روسیه امروز برگزار می‌شود. رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که نیروهای دریایی این کشور 1/3 تن مواد مخدر نوع چرس را در شمال آب‌های دریای عرب کشف و ضبط کردند. دینش روز جمعه 18 اکتبر به نقل از بیانیه نیروهای دریایی پاکستان نگاشته است که این مقدار مواد مخدر تا یک عملیات ویژه آنان از یک قایق مشکوک ماهیگیری به دست آمده است. بر اساس بیانیه ارزش مجموع مواد مخدر کشف شده 26 میلیون دلار آمریکایی تخمین زده شده است. بر بنیاد گزارش این عملیات در همکاری با نیروهای دریایی آمریکا صورت گرفته است. در بیان آمده است این عملیات به هدف ایجاد اختلال در فعالیت‌های دریایی غیرقانونی تحت فرماندهی نیروهای دریایی پاکستان که در حال حاضر رهبری گروه ضربتی ترکیبی CTF 150 را بر عهده دارند انجام شده است.